کرم لیمو ترش از کتاب دسر. ورقه های ژلاتین رو توی آب سرد 5 تا 6 دقیقه خیس می‌کنیم تا کاملا چروک بشن. روی حرارت آب لیمو ترش، آب و کمی شکر ریخته و در حدی مخلوط می‌کنیم که شکر کاملا حل بشه. ژلاتین ها رو از آب خارج میکنیم، بین انگشتانمون فشار میدیم تا آب اضافی اونها گرفته بشه و بعد به قابلمه روی حرارت اضافه و مخلوط میکنیم و قابلمه رو از روی حرارت برمیداریم، کنار میذاریم تا کمی خنک بشه. زرده های تخم مرغ، نیمی از شکر و وانیل رو با همزن برقی در حدی مخلوط میکنیم تا کاملا کرم رنگ و غلیظ بشه. مخلوط ژلاتین سرد شده رو به اون اضافه و مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه. خامه قنادی رو با دور متوسط همزن برقی در حدی مخلوط میکنیم که جای پرهای همزن روی اون باقی بمونه و بعد اون رو با لیسک به زرده اضافه میکنیم. سفیده های تخم مرغ رو با بقیه شکر مخلوط می‌کنیم تا کاملا فرم بگیره و جای پره های همزن روی اون باقی بمونه. سفیده ها رو بین 2 تا 3 مرحله با لیسک به آرومی به زرده اضافه می‌کنیم و به صورت دورانی مخلوط می‌کنیم تا کاملا یک دست بشه. کرم لیمو رو توی لیوان‌های سرو می‌ریزیم، به مدت 2 تا 3 ساعت توی یخچال استراحت می‌کنه و بعد نوش جان. سلام عزیزان، همونطور که می‌بینین کتاب دسر به دست ما رسیده. حالا می‌خوایم الان با هم یه نگاهی داشته باشیم به مطالبی که توی این کتاب آورده شده. توی قسمت مقدمه ما آموزش میدیم که در اصل به چه صورت میتونین این دسرهای خوشمزه رو توی خونه به راحتی تهیه بکنین. همونطور که میبینیم بیشتر دستورات این کتاب همراه با مراحله که به صورت کامل بهتون آموزش داده شده. انواع کرم ها رو داریم، مثل کرم کارامل، کرم بروله، کرم گل سرخ، کرم لیمو ترش. بعد از مبحث کرم ها پاناکوتاها رو داریم که بسیار دسرهای لذیذ، سریع و راحتی هستن. انواع پودینگ رو داریم، مثل پودینگ گل سرخ، پودینگ زعفرونی. به راحتی میتونین دسرها رو تو خونه آماده بکنین. انواع موس، مثل موس شکلات. دستوری که مقدار پیچیده تر هستن، همونطور که میبینید مراحلش کاملا آورده شده تا بتونیم به راحتی اونها رو درست بکنیم. انواع موس، ترایفل، پارافه و یکی از دستورات خیلی جذاب این کتاب چیزکیک ها هستن، مثل چیزکیک های ژاپنی و نیویورکی. توی کتاب کیک جدیدمون هم چیزکیک ها رو داریم، ولی اینجا هم گفتیم بهتره که در اصل یه اشارهی بهش بکنیم. چیزکیک های لیوانی رو داریم. بعد انواع تارت رو داریم که یه تارت آموزش دادیم، تزیین تارت. و بعد تارت های لذیذ و خوشمزه رو در آخر مطلب آوردیم. دسرهایی مثل تیرامیسو که بسیار جذاب هستن و یه دسرهای معروفی مثل بومانچیز رو آوردیم. برخی دسرهای هندی و عربی آورده شده و در آخر دسرهای ایرانی رو داریم. به عنوان مثال حلوا، تمام نکاتی که باید رعایت بشه، تزیین انواع حلوا و حلواهای کلاسیک، رولت حلوا، انواع اون به صورت کامل اینجا آموزش داده شده. و بعد کاچی، شله زرد، مسقطی، شیر برنج، انواع فرنی و رنگینک رو آموزش دادیم. در آخر هم مبحث انواع ژله و بستنی رو داریم. فرصت رو از دست ندین. با توجه به اینکه تیراژ کتاب محدود هستش، امروز کتاب رو از ما تهیه بکنید.